5 مسافر شیعه هزاره پس از دستگیری توسط سنی های تندرو در شمال افغانستان تیرباران شدند. منابع محلی میگویند در یک حمله تروریستی جنایتکاران تکفیری خودروی مسافربری که همه سرنشینان آن هزاره بودند را در مسیر راه در صوف مزار شریف به رگبار بستند که 5 مسافر بیگناه و مظلوم هزاره به شهادت رسیدند. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان ضمن محکوم نمودن این رویداد در صفحه فیسبوک خود نوشت: یک راننده ون و 4 نفر مسافر غیر نظامی دیگر توسط سنی های تندرو و به طور بیرحمان تیرباران و به شهادت رسیدند. گفتنیست این حادثه در زمانی رخ داد که در همان روز انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی گروه تروریستی طالبان ادعا کرد که داعش در هیچ نقطه از کشور حضور علنی و فیزیکی ندارد. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما از نوع حمله و منطقه میتوان حد زد که عملیات کار سنی های تندرو بوده است. در همین راستا مرتضی مطهری خبرنگار افتخاری خبرگزاری اخبار شیعه یک فایل صوتی برای ما ارسال کرد. متاسفانه در روزهای اخیر ما شاهد هستیم که هزاره های ما و شیعه های ما هر روز اگر از ایران به افغانستان ردی مرز میشه یا از ولسوالی ها و ولایت های افغانستان و پایتخت افغانستان سفر میکنه و در مسیر را به هر جرمی و به هر برنامه که تحریک طالبان یا دولت سنی های افغانستان برنامه در نظر گرفته، هر روز توسط این گروه گرفتار و مورد شکنجه قرار میگیره. و متاسفانه در روزهای اخیر ما در ولایت سمنگان ولسوالی دره صوف شاهد هستیم که 5 تا از شیعه ها در مسیر شهرها توسط گروه تحریک طالبان یا دولت سنی های افغانستان از ماشین پیاده می کنند در این طالبا و تیرباران می کنند. متاسفانه این حملات روز به روز به افغانستان در حال بیشتر شدن است و هر روز هزارها و شیعه ها مورد قتل و کشتار قرار می گیرد.